أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بارزوی توفیق، سعادت و خوشبختی برای یکایک شما عزیزانی که این برنامه رو مشاهده می کنید با حول قوه الهی در بحث غیر مستقلات اخلیه رسیدیم به مسئله پنجم که مسئله پایانی هست و در این مسئله موضوع بحث این است که آیا نه دلالتی بر فساد می کند یا نمی کند منظور این است که اگر شارع مقدس آمده باشد یک کاری را منع کرده باشد مثلا بیان داشته باشد که لا تسلف الحمام یا مثلا گفته باشد که لا تبه وقتن ندا به این معنا که در حمام نماز به جا نیاورید در موقع اذان معامله نکنید آیا اگر کسی به این نه عمل کند مثلا در حمام نماز بخواند یا در هنگام اذان به معامله بپردازد آیا این نماز و این معامله که صورت گرفته است صحیح است یا صحیح نیست این محل بحث هست خب پیش از آن که مطالب اصلی رو بپردازیم یک مقدمه رو مرحوم مزفر بیان می کند که در این مقدمه اولا محل نظار رو روشن می کند که دقیقا مشخص شود که کجاها ما بحث می کنیم و در این تحریر محل نزا هم نخست الفاظ و واژگانی که در عنوان این درس و این بحث مطرح هست اونها رو توضیح می دهد که در کل ما چهار تا واژه رو باید به درسته تبیین کنیم بحث دلالت و همچنین بحث فساد، بحث نه و در پایان هم باید به متعلق نه پرداخته می شود که نه به چه چیزی تعلق می گیرد. در این جلسه شاید به دو تا واژه بیشتر نتوانیم بپردازیم که یکی از این واژه ها واژه دلالت هست که وقتی گفته می شود که نه دلالتی بر فساد دارد یا نه از ظاهر لفظ این گونه فهمیده می شود که شاید منظور همون دلالت لفظی هست یعنی معنای مطابقی نه یا معنای تزمونی یا معنای التزامی آن دلالتی بر فساد می کند یا دلالتی بر فساد نمی کند اما مرحوم مزفر میفرماید که درست است در ظاهر دلالت لفظی به ذهن تبادر می کند اما اون چه که منظور هست در این بحث دلالت به دلالت عقلی هست به معنای اقتضا که آیا نه اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را ندارد خب در هر دو صورت چه دلالت لفظی باشد چه به صورت دلالت عقلی باشد در قالب اقتضا اصل بحث این است که اگر نه یه صورت گرفته باشد بالاخره ما میتوانیم متعلق آن را اگر کسی انجام داد فاسد بدانیم و صحیح ندانیم یا نه که در اینجا میفرماید بهتر این است که ما دلالت رو به همون معنای اقتضا دلالت عقلی بگیریم هرچند بعضی ها مطرح میکنند که در اینجا ممکنه دلالت لفظی یا همون دلالت التزامی مطرح باشد اما حالا هر کدوم باشد بازم به دلیل این که اگر به دلالت لفظی هم کسی این رو مطرح بکند باز اصل بحث روی این است که آیا به ملازمه عقلی می توانیم از نهی به اصطلاح اون فساد رو نتیجه بگیریم یا نه چنین ملازمه عقلی وجود ندارد و لذاست که اشان می چون اصل بحث روی همین اقتضا و اون بحث ملازمه عقلی هست و به همین جهت هم ما همین من معنا رو اراده می کنیم و برخی از متاخرین مثل صاحب کفایه هم که آمده و به جای دلالت از واژه اقتضا استفاده کرده است کار دقیقتر رو انجام داده است ولی به دلیل اینکه در اصطلاح رایج همین دلالت نه بر فساد مطرح بوده است مرحوم زفر میفرماید که ما هم بر اساس همین عادت قدما در واقع این بحث را با همین کلمه دلالت مطرح کرده ایم خب بعد از آنی که این کلمه رو ما با همین توضیح اجمالی مطرح کردیم دومین واژه به کار رفته در این بحث واژه نهی است حالا در خود کلمه نهی هم وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که در این نهی هم خب به معنای زجر و رد هست که این زجر و رد میتواند هم نهی تحریمی رو شامل بشود و هم میتواند نهی تنزیهی و کراهتی رو شامل بشود و از طرف دیگر هم میتواند نهی که به اصطلاح از طریق دلیل نفسی نهی نفسی رو شامل بشود و همچنین نهی که از طریق غیر به دست میآید هر چهار تا را شامل بشود خب هرچند در ظاهر وقتی ما نگاه میکنیم شاید همون نهی تحریمی و نهی نفسی بیشتر به ذهن خطور بکند اما در بحث اینکه دلالت نه بر فساد خلاصه چه اقتضایی دارد ما از همه این نهی های به اصطلاح تحریمی و تنزیحی نهی که دلالت بر حرمت میکند کند نهی که دلالت بر کراهت میکند همچنین نهی که از به اصطلاح خودش منحیان به صورت نفسی هست و همچنین نهی که از نه غیری هست همه رو ما محل بحث قرار میدیم و در واقع در این بحث ما همه این اقسام داخل هستن هرچند کسانی که آمدن و این رو اختصاص دادن گفتن که نه به اصطلاح ما در بحث دلالت نه بر فساد خب از جمله مثلا مرحوم ناینی آمده و بیان داشته است که اون چیزی که ما مد نظرمون هست که در این نزا باید روی اون بحث بشود نهی تحریمی و اون هم نهی نفسی هست و ایشان میفرماید که در نهی تنزیهی یا همون نهی کراهتی و همچنین نهی غیری این بحث جریان پیدا نمی کند و لذاست که ما فقط همون نهی تحریمی و نهی نفسی رو محل بحث قرار میدیم و اون دو تای دیگر رو از محل بحث خارج میدانیم که مرحوم زفر میفرماید این که دیدگاه خود مرحوم نائینی چی هست با این که اصل بحث چه هست باید تفاوت بگذاریم ما باید اصل بحث رو به این صورت عام مطرح بکنیم که مطلق نه دلالت بر فساد دارد یا نه حالا در این در پاسخ به آن می توانیم بیایم بگیم که فقط نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد یا فقط نهی نفسی دلالت بر فساد دارد اما این معناش نیست که ما اینکه اختیار کردیم که فقط نهی تحریمی و نفسی اقتضای فساد را دارد معنیش این باشد که هیچ کسی دیگه نحی کراهتی و نحی غیری را هم مثلا داله بر فساد ندانند این گونه نشاید کسانی پیدا شد که اونها نحی کراهتی و غیری را هم دال بر فساد بدانند به هر صورت اصل بس و محل نزا همین مطلق نحی هست حالا در این میان کسی میاید نه تحریمی رو فقط دال بر فساد میداند و کسی هم ممکن است نهی کراهتی رو هم خب بعد از آنی که از این واژه دوم که منظور از نه باشد این رو هم خلاصه مطرح کردیم سومین واژه که شاید به اون هم برسیم کلمه فساد هست که خب فساد در مقابل صحت مطرح هست همون گونه که صحیح را ما میتوانیم بفهمیم فاسد هم در مقابل صحیح مطرح هست حالا نسبت بین صحیح و فاسد مثلا چی میتونه باشد آیا به اصطلاح نقیز هستن اینها به ایجاب و سلب یا تضاد دارن که دو تا امر وجودی هستن یا عدم و ملکه هستن که حالا اخوال مختلفی در این زمینه مطرح هست ولی خود مرحوم مزفر نسبت بین سعد و فساد را از قبیل عدم و ملکه دانسته است خب در هر صورت وقتی ما میاییم نهر را دلالت داله بر فساد میدانیم خب منظور چیه؟ چی میخوایم بگیم؟ که آیا دلالت میکند بر فساد یا نه؟ در مقابل فساد صحت قرار دارد خب صحت در هر علمی ممکنه معنای خاص خودش را داشته باشد ما وقتی در پزشکی مثلا از صحت صحبت میکنیم خب یک معنا اراده میکنیم در فقه معنای دیگری هست در اصول هم معنای دیگری ممکنه مطرح باشد حالا با قطع نظر از اینکه در علوم دیگر این صحت به چی معنای به کار میرود اون چیزی که در اصول مطرح است این است که اگر ما آمدیم معمور به را با تمام اجزا و شرایط آن به درستی انجام دادیم خب در این صورت این عمل را می توانیم بگوییم صحیح است و مبرع و ذمه است و تکلیف را از دوش انسان برمیدارد. دارد اما اگر همین معمور به را ما آمدیم بالاخره یک از شرایطش به جا نیاوردیم یکی از ازا را به درستی انجام ندادیم و در واقع همه اون چیزی که لازم بود اونها رو مراعات نکردیم خب از آن تعریف تعبیر می شود به فاسد خب در اینجا هم اگر کسی به نه عمل می کند خب حالا بحث می شود که آیا اون شرایط و اجزایی که لازم هست در مأمورون به اینا رعایت شده است یا رعایت نشده است خب کسی که میگوید رعایت نشده میگه این عبادت و معامله صحیح نیست و فاسد هست اما کسی که میگوید نه مراعات شده است خب اون معتقد است که این عمل صحیح هست و هیچ کمبودی ندارد اینم هم معنای فساد هست که حالا انشاءالله شاید به این هم برسیم مسئله پنجم که آخرین مسئله باب دوم هست دلالت نه بر فساد هست که مثالاش رو زدیم و در اینجا محل نظار رو بیشتر بخوایم روشن بشود که میفرماید این مسئله از مسائل مهم اصولی هست از امهات مسائل اصولی هست که از قدیم مورد بحث بوده است ولی از تحریر محل نظافی ها و به خاطر اینکه محل نزا در این مسئله به درستی روشن شده باشد و توضیحش بر ماست که باید شرح بدیم الفاظی که در عنوان این مسئله وارد شدن که اونا عبارتا از کلمه دلالت نه و فساد و لابد من ذکر المراد من الشیء المنهی عن حالا اون منهی عن هر چند جزء واژگان به کار رفته در اصل عنوان نیست اما به دلیل اینکه وقتی از نهی ما صحبت میکنیم خب طبیعتا این نه به چیزی تعلق گرفته است خب باید از اون متعلق نه هم صحبت کنیم لذا می‌فرماید که میفرماید لابود را هستیم از این که از اون شیعه که مورد نه قرار گرفته از اون هم بحث کنیم که مرادش چیه به خاطر اینکه اون به اصطلاح شیعه که منهیون ان هست مدلولون علیه هست به کلمه نه که نه بر آن دلالت میکند زیرا نه لابود دله هست از یک متعلق که بالاخره این نه روی یک شیء و یک چیزی تعلق گرفته و به همین چد ما اون رو باید بشناسیم ازن یعنی به غلبه ان اربعت امور خب حالاست که ما باید از چهار مس... امر و چهار نکته بحث کنیم اولین بحث روی دلالت هست که می از ظاهر این لفظ دلالت یوتی ان المراد منها الدلالت اللفظیه خب این گونه نشان می دهد که مراد از این دلالت همان دلالت لفظی باید باشد و لعله لعجل از ظهور البدوی و شاید به خاطر همین ظهوری ابتدایی که به ذهن انسان خطور می کند بعضی از اصولین این مسئله را در مباحث الفاظ قرار داده چون این بحث میره تحت مباحث الفاظ دیگه که وقتی نهر رو میگیم ظهور لفظی دارد در فساد یا ندارد خب میره تحت همون مباحث ظهور الفاظ ولیکن المعروف ان مراده منها ما یؤدی اله لفظ لفظ الاقتضا اما اون چیزی که معروف در نزد اصولین هستن این است که مراد اصولین از همین کلمه دلالت آن چیزی است که یؤدی اله لفظ الاقتضا اون چیزی است که لفظ اقتضا به اون به اصطلاح ادا میشه و منجر به اون میشه به معنای اینکه تعبیر میشه از دلالت به همون معنای اقتضا حسب ما یوف همین بحث ایمال مسئله به گونه ای که بر حسب اون چی که فهمیدن از بحث اصولی این, مساله مسئله را و جملت من الاقوال فیها و برخ از اقوال و در این مسئله هم ما وقتی بررسی میکنیم از این مباحث و از این دیدگاه ها و نظرها فهمیده میشه که مرادشون از دلالت همون اقتضا هست دلالت لفظی مراد نیست بلکه دلالت عقلی مراد هست خب دلالت لفظی هم که گفتیم دلالت لفظی یا مطابقی است یا تزمونه یا التزامیه که اینجا بیشتر اگر مطرح باشد التزامی هست و دلالت التزامی هم که گفتیم باید لزوم بیان به معنی الاخص باشد حالا یک کسی میآید میگه نه لازم نیست که حتما این دلالت به همون دلالت لزوم بیین به بی معنی الاخص باشد بلکه ما می توانیم بگیم اصلا بیین به بی معنی الاعم باشد یا اصلا دلالتش هم به غیر بیین باشد خب وقتی اینها هم در واقع محل بحث قرار بگیرد اینا می شود جزء دلالت های عقلی لا سیم المتأخرون من الاصولین از دیدگاه متأخرین از, از کاملا فهمیده میشه که نه از دلالت لفظی از این کلمه دلالت دلالت لفظی رو اراده نمی کنن بلکه همون دلالت عقلی رو اراده می کنن که صاحب کفایه و آغازی ها اینا همهشون آمده به جای دلالت مثلا همون خود کلمه اختزار هم به کار بردن که بعدا اشاره می کنیم و علیه و بنابراین که دلالت گفتیم زور ابتدایش دلالت لفظی هست اما مراد اصلی همون دلالت عقلی هست میفرماید مراد از دلالت خصوص دلالت عقلی هست و در این هنگام یکون المقصود من النزا وقتی ما دلالت رو به معنای دلالت عقلی گرفتیم نزا و اون چی که از این نزا به دست قصد می شود اینه که بس از اقتضای طبیعت نهی از شی هست که فساد منهی عنه را عقلا اقتضا دارد یا ندارد ما میگیم وقت از یک شی طبیعت آن شی مورد نه قرار گرفت آیا خود این تعلق نه به این شی سبب میشه که مثلا ما بگوییم این شی فاسد هست اگر انجام بشه یا نه و من هنای علم انه لای تو فی نه یکون مستفاده من دلیل لفظی خب از اینجا فهمیده می شود که شرط نیست در نه حتما از دلیل لفظی استفاده شده باشد بلکه این نهر را ما اگر از طریق دلیل عقلی هم به دست بیاوریم بازم این محل بحث است که آیا این نهی عقلی اقتضای فساد منحیون ان را دارد یا ندارد و فی الحقیقت یکون و نزا در حقیقت نزاعی که اینجا هست این است که ما بحث میکنیم از ثبوت ملازمه عقلی بین نهی اشی و فساد آنشی ما از نظر اخلی میاییم بررسی میکنیم که از این شی وقتی نهی صورت گرفته است که در حمام نماز به جان نیاورید مثلا خب حالا میگیم آیا خود همین نهی دلالت میکند که اگر کسی در حمام نماز خوان نمازش فاسد باشد باطل باشد یا نه او عن الممانعه و المنافر عقلا بین نه عن شی و صحتو یا بحث اصلی روی این است که بین ممانعت و منافرت عقلی که از نه شده از یک شی که مثلا ما وقتی نهی میکنیم از یک شی در واقع یک نوع تنفر و یک نوع ممنوعیت رو خلاصه اونجا میخوایم پدید بیاوریم حالا این تنفر و این منعی که از یک شی صورت میگیرد سبب میشود که بالاخره جلو صحتون رو بگیرد که فاسد بشود یا نه او همچنان تنفر و من در حدی نیست که مثلا از صحت اون جلو جلوگیری بکند لا فرق بین تعبیرین حالا ما وقتی از این ملازمه عقلی بحث میکنیم دیگه چی بگوییم که نحی به اصطلاح که نحی از سبب فسادون میشه یا نه یا چی بگوییم که مثلا اون تنفری که مورد نهی قرار گرفته است بازم به صحت آن مثلا لطمه میزند یا نه هر دو تعبیر یک منظور رو میرساند ولی اجل هازا ادرجنا نحن نحازل مسئله فی قسم ملازمات العقلیه و به خاطر همین که مراد از دلالت گفتیم دلالت عقلی هست نهی هم حتی میتونه از نهی عقلی استفاده بشود بازم همین بحث درش مورد مطرح هست و به همین خاطر ما این مسئله را در بخش ملازمات عقلی بحث کردیم و در مباحث الفاظ بحث نکردیم بله قد يدعى بعضهم ان هاذه الملازمه على تقدیر ثبوتها من نوع الملازمات البينه بالمعنى الاخص بله گاه ادعا مش از بعض اصولین این که این ملازمه اگر وجود داشته باشد میفرماید از نوع ملازمات بینه به معنای الاخص این از همون نوع به اصطلاح دلالت التزامی و دلالت لفظی هست و حین از این یکون اللفظ دال بالمطابقه علی النهی در این هنگام لفظی که دلالت میکند به معنای مطابقی خودش بر نهی دلالت میکند به دلالت التزامی خودش بر فساد منهی طبق این ادعا اینه که هر دو دلالت هم دلالت مطابقی داریم که دلالت بر نهی میکند هم دلالت التزامی داریم که دلالت بر فساد میکند فیسه حیرات من الدلاله ما هو اعم من الدلاله اللفظیه و العقلیه خب در این صورت میشه گفت که دلالتی که اینجا مطرح هست هم دلالت لفظی رو شامل می شود که اینجا گفتیم هم دلالت عقلی رو شامل می شود و نحن نقول هذا صحیح و الله القول ما هم میگیم این درست است هیچ اشکال نداره که ما مثلا این دلالت بر فساد را از دلالت التزامی نه به دست بیاوریم بنابر این قول اشکال نداره ولا بحث به تمامی دلالت الالفظی و الالعقلی فی العنوان هنه خب در این صورت بازم هیچ مشکلی نیست که اول بیایم دلالت رو مخصوص دلالت التزامی بدانیم بعد بیایم تعمیم بدیم بگیم نه حتما منظور این دلالت لفظی فقط نیست بلکه دلالت عقلی رو هم شامل می شود خب اشکال نداره یک کس از, از اول محدوده رو زیخ می گیره دلالت فقط دلالت لفظی رو شامل میشه ولی منظور ما دلالت عقلی هم هست و یک مرتبه میگه نه از همون اول این دلالت به معنای دلالت اعم از عقلی و لفظی هست فرق نمی کند ولیکن نظام محازل قائل ایزن حالا این کسی که میگوید دلالت در اصل به دلالت التزامی و به دلالت لفظی گفته می شود می نزا با همین شخص هم باز واقع می شود در ملازمه عقلی قبل فرض دلالت لفظی علی التزامی پیش از آنی که ما راجع به این دلالت التزامی لفظی بحث بکنیم بازم میریم به سراغ همون بحث ملازمه عقلی بحث میکنیم پس بحث با این شخص هم برمیگردد به بحث از اقتضای عقلی خب وقتی در حقیقت این شخص هم دوباره با ما باید همراهی بکند که برگرداند این بحث را به ملازمه عقلی فالاول ایراد ای من الدلاله فی العنوان الاقتضاء العقلی پس چه بهتر که ما از همون ابتدا دلالت رو به معنای اقتضای عقلی بگیریم که دیگه از همون ابتدا مستقیم بریم به سراغ این ملازمه عقلی فإنه يجمع و جميع الاقوال فإنه يجمع و جميع و احتمالات خب در این صورت که ما مدیم دلالت رو به معنای اقتضای عقلی گرفتیم خب این جمع تمام اقوال رو میکند تمام احتمالات رو در بر میگیرد مخصوصا که بحث شامل هر نهی میشود و این لم یکن مستفاد من دلیل لفظی هرچند اون نه از دلیل لفظی به دست نیامده باشد مثلا ما نهی داریم از طریق اجماع به دست آمده است هیچ لفظ دلالت بر نهی ندارد اما اجماع میگوید اینجا یک نهی وجود دارد خب اینجا هم ما گفتیم که وقتی ما آمدیم از دلالت اقتضای عقلی رو نتیجه گرفتیم شامل نهی عقلی هم می شود ولی این نهی نه لفظی نباشد ولی عبارت تکون و اکثر و استقامه لو عبر عن عنوان المساله به معبر به صاحب الكفايه میگه میفرماید این عبارت رو اگر ما بیاییم تعبیر بکنیم به این شکل که به جای دلالت به نه دلالت نهی از فساد تعبیر بکنیم اینو تغییر بدیم خب عنوان مسئله رو بگوییم که اقتضای نه بر فساد چی میفرماید اگر این کار رو بکنیم استقامتش بیشتر میشود اگر تعبیر بشود از عنوان این مساله به اون چیزی که صاحب کفایه به قول خودش به اقتضای نهی از فساد تعبیر کرده است و عبدل کلمت دلاله به کلمت الاقتضا که آمده به جای کلمه دلالت کلمه اقتضا گذاشته این خیلی قشنگتر شده است که به معنای ملازمه عقلی هم هست که نحن ابرنا عبرنا به ما علیه عادت القدما ولی ما که این کار نکردیم و مثل که کفایه به جای دلالت اقتضا نیاوردیم به دلیل این بود که در واقع چون سنت و عادت قدما بر همین کلمه دلالت جاری شده بود ما هم به پیروی از اونها این کلمه دلالت را آوردیم دومین واژه به کار رفته در این عنوان بحث نهی است که میفرماید کلمه نهی هم ظهور دارد همون گونه که ما در بحث نه در جز اول این رو بحث کردیم صفحه 91 در خصوص حرمت که گفتیم نه دلالت بر حرمت داره این رو که بحث شد و بازم اونجا گفتیم که ظهور نه در بر حرمت هم از ناحیه خود لفظ و از ناحیه خود وضع نیست که مثلا نه کلا وضع شده باشد بر حرمت نه بلکه به مقتضای حکم به عقل آمدیم این دلالت رو به دست آوردیم خب اما نفس الکلمه من جهت الوز حالا ما بیاییم از خودی ناحیه وز کلمه نه بخوایم بحث بکنیم می فرماید فهیت تشتمل و نهی تحریمی و نهی تنزیهی خب این نهی از نظر وز هم شامل نهی تحریمی میشه هم شامل نهی تنزیهی یا همون نهی کراهتی میشود و لعل کلمت النع مثل عنوان المسئله لیسه فیها ما یقت از اقلا ظهور ظهورها فی الحرمه و شاید کلمه نهی در مثل این عنوان این گونه مساله اون نباشد که اقلا ظهور در حرمت داشته باشد خب شاید در جاهای دیگر این نهر رو ما بتونیم بگیم زور در حرمت دارد از نظر اخلی ولی وقتی در یک همچنین بحثی مطرح می شود خب میتونیم بگیم این نهی منظور تنها اون نهی تحریمی نیست بلکه مطلق نهی رو بحث میکنیم که دلالت بر فساد میکند یا نمیکند فلا بحث این تعمیم نهی در عنوان این مسئله میتونیم اینو تعمیمش بدیم که شامل هر دو قسم بشود بعد از آنه که نزا هم در هر دو قسم در واقع واقع شده است خب ما داریم که بالاخره حتی بر اساس نحی تنزیهی هم حالا بگیم همین خواندن نماز مثلا در حمام شاید مکروه باشد اما بازم اگر کسی همین عمل رو بخواد انجام بدهد این نمازش صحیح هست یا صحیح نیست این باید بحث بشود و کذالک کلمت نه به اطلاق خب پس ما گفتیم که ظهور کلمه نه از نظر عقلی بر حرمت هست اما از نظر وضعی وقتی ما نگاه میکنیم نه شامل نه تحریمی و تنظیم میشه ولی لذا خوبه که ما همون معنای وضعی رو فعلا در نظر بگیریم و دامن بحث را وسیع بگیریم و همچنین میفرماید کلمه نه به اطلاق خودش ظهور دارد در خصوص حرمت نفسی خب اون حرمتی که به اصلاح دلیل نفسی دارد نه حرمت غیری بلکه نزاع ازن کل من منهما ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که این مثلا دلالت نهی بر فساد هم نهی غیری را هم شامل میشه این ما ممکنه یک نهی غیری داشته باشیم یک حرمت غیری داشته باشیم بازم بحث میکنیم که آیا این به اصطلاح دلالت بر فساد دارد یا ندارد و چون نزاع در هر کدام از این نهی نفسی و غیری واقع شده است پس سزاوار این است که ما کلمه نه در این عنوان مسئله را تعمیم بدیم به نهی تحریمی و تنزیهی و همچنین به نهی نفسی و غیری همون گونه که صاحب کفایه این کار را انجام داده و این تعمیم روشان انجام داده که فرموده است که در واقع محل نزاع هم نهی نفسی و غیری هست و هم نهی تحریمی و تنزیهی هست اما مرحوم ناینی جزم پیدا کرده به این که نهی باید اختصاص پیدا بکنه در عنوان این مسئله به خصوص نهی تحریمی نفسی فقط فا از دو قسم نهی تحریمی نفسی نه نهی به اصطلاح تنزیهی و غیری و خاطری که شما میفرماید جزم پیدا کرده به این که نهی تنزیهی اختصاص فساد ندارد و همچنین نحی غیری هم مقتضی فساد نیست و چون نظرش بر این بوده است لذا اون دو قسم را از اول از محل نزاع خارج دانسته است اما خود مرحوم زفر میفرماید اون چیزی که شایسته است این که گفته بشود برای مرحوم ناینی این است که اختیار کردن یک شی یعنی یک نگاه و دیدگاه خب این و عموم نزاع در این مسئله یک چیز دیگه است شما یک اختیار دیدگاه کردید درست است که آمدید گفتید فقط نه تحریمی نفسی مقتضی فساد هست اما چی بسا کسی بیاید مثلا نهی تنزیهی و غیری را هم مقتضی فساد بداند لذا است که فرماید اختیار شما به که نهی تنزیهی و غیری مقتضی فساد نیست معناش این نیست که همه اتفاق داشته باشد بر همین مطلب تا اینکه این که در این مسئله مختص باشد به معدای این به اصطلاح نهی تنزیهی و غیری نه ممکن است کسی بیاید همین نهی به اصطلاح و نه غیری را هم مقتضی فساد بداند ول مفروض و مفروض ان نهونات ما يقول و هم این است که در این بحث کسانی هستند که نه تنزی و غیری را هم مقتضی فساد میدانند وقتی میدانند پس ما باید اول قلم روی بحث رو بسته بگیریم تا این اقوال رو هم در بر بگیرد حالا ممکنه کسی بیاید از میان این قلم رو یک مقدار خاصش رو بپذیره و بقیه رو نپذیرد پس تعمیم کلمه نه در این عنوان اولاست که ما نه را هم بگیم نه تحریمی هم نه تنزیهی هم نه به اصطلاح نفسی و هم نه غیری همه را در بر بگیرد سومین این واژه فساد هست که میفرماید فساد باز هم کلمه است که ظاهرت المعنا هست خب خیلی بحث پیچیده ای نمیخواهد و مراد از این کلمه فساد هم اون چیزی است که در مقابل صحت قرار گرفته باشد خب صحت و فساد صحیح و فاسد میفرماید این تقابلشون هم تقابل عدم و ملکه است بنا قول صحیحتر خب میگیم در جای باید به با اون فساد مطرح است که خب قابلیت صحت را داشته باشد خب در جایی که یک چیزی صحیح اصلا وجود نداشته باشد نمیشه اونجا بحث فساد را هم مطرح کرد این قولی صحیح در اینه که رابطه این دو رابطه عدم ملکه است نه رابطه نقیزین که رابطه شون سلب باشد نه رابطه زدن تضاد نیست که هر دو هم صحت هم فساد دو تا امر وجودی باشد خب که در یک موضوع واحد قابل اجتماع نباشد نمیگیم این از این دو نیستن و علیه فماله و قابلیت یکون صحیحن بنابر این که ما آمدیم نسبت بین صحت و فساد را از قبیل عدم ملکه دانستیم میفرماید فما له قابلیه ان یکون صحیحا خب هر چیزی که قابلیت صحیح بودن را داشته باشد یا صحیح و یتصف بالفساد خب این میشه اگر این قابلیت رو کسی که قابلیت صحت را دارد اگر اون شرایط را نداشت میتونیم بگیم که پس فاسد هست و ما لیس له ذلک لا یصح وصفه بالفساد و اما چیزایی که این قابلیت صحیح واقع شدن را نداشته باشد خب نمیتونیم برای اون فاسد هم بگیم مثلا کسی بیاید بگه که خب آیا خرید مثلا بحث در خوردن شراب که مثلا خب کاملا کار حرام هست یک کسی بیاید بگوید که معامله شراب فاسد هست خب میگیم اصلا این معامله شراب قابلیت صحیح واقعی شدن را ندارد تا ما بیاییم فاسد بودنش را از این طریق بحث بکنیم حالا که رابطه این صحت فساد معلوم شد که اینا با هم عدم ملکه هستن می صحت هر شیعه هم به حسب خودش هست پس معنای صحت عبادت مثلا مطابقت این عبادت هست با اون چیزی که معمولون به هست از جدی تمام اجزا و جمعی اون چیزی که معتبر است در آن پس عبادت صحیح آن است که تمام اجزا و شرایط آن به صورت کامل ادا بشود خب در این صورت میگیم این عبادت صحیح است و معنای فساد این عبادت عدم مطابقت این عبادت است لهو من همین تمام اون چیزی که درش معتبر هست من جهت نقصان این فیها که این فساد هم به خاطر یک جهتی که کم بوتیک در آن وجود داشته باشد حالا یک جزش به جاورده نشود یک شرطش مثلا اتیان نشود به هر کمبوتی که داشته باشد می شود گفت فاسد و لازم و عدم مطابقت ها لما و به لازمه این که این معمورون به مطابقت نداره با اون چیزی که باید باشد خب لازمه شیه عدم سقوطی امر است پس اون امر و وجوبه که به گردن انسان تعلق می این از بین نمی رود و عدم سقوط الادا و و همچنین ادا اگر تا هنوز باقی مانده باشد همچنین ادایش هم باقی هست ساقط نشده و اگر هم ادا موقعش تمام شده باشد قضاش به گردن انسان میآید. پس معامله که فاسد انجام بشود در واقع مثل عدم هست یعنی هیچ کاری انجام نشده لذا تکلیفی که بر دوش انسان آمده باشد باید انسان اون رو انجام بدهد اما معنای صحت معامله چیه؟ مطابقت این معامله با اون چیزی که معتبر است در این معامله از اززا و شرایط و باننده آن خب هر معامله هم همین گونه است ما در عبادت گفتیم که هر چیزی که با مأمورون به به مطابق بود صحیح هست و هر چیزی که نبود باطل هست در معامله هم همین حرف میزنیم میگیم در معامله هم هر چیزی که در اجزا و شرایط این معامله دخیل است اگر همه اینا انجام شد صحیح است و معنای فساد معامله هم عدم مطابقت این معامله است با اون چیزی که در این معامله معتبر هست خب حالا هر کم بودی که در این معامله باشد میشه گفت معامله فاسد هست لازمه عدم مطابقت این معامله هم عدم ترتب اثر مرغوب فی هست بر این معامله خب اون اثری که ما از این معامله در نظر داشتیم با فاسد شدنش دیگه ترتیب اثر داده نمیشه و اون اثر مترتب نمیشود مثلا نحو انتقال در عقد بیع اجاره وقتی ما یک معامله به در بیع معامله فاسد انجام دادیم جنسی که فروختیم دیگه به مشتری داده نمیشه و اون قیمتی که مشتری به صاحب جنس داده اونم مال این نمیشه هر کدام هنوز سر جای خودش باید باقی باشد در اجاره هم همینطوره و مثل اولقه زوجیت در عقد نکاه و همچنین بقیه معاملاتی که اون وجود داره حالا وقت نکاه به صورت فاسد انجام شده باشد مثلا به درسته خوانده نشده باشد اجزای اون کم بود باشد خب هر نوع نقصانی که در این عقد نکاح صورت گرفته باشد به معنای این است که هنوز اون رابطه زن و شوهری بین دو نفر پدید نمی آید و اینها همچنان نامحرم هستند مثل این است که این عقد نکاح اصلا خوانده نشده باشد این هم معنای فساد هست حالا متعلق نه و ادامه مباحث انشاءالله در جلسه دیگر خدمت شما تقدیم خواهد شد تا آن زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع النا